یک هواپیمای مسافربری ایران صبح امروز لحظاتی پس از پرواز در شهرک آزادی در غرب تهران سقوط کرد که از 48 سرنشین آن 39 تن جان باختند. این هواپیما که از تهران به سمت طبس پرواز میکرد تولید ایران بود و از روی مدل آنتونوف 140 روسی اوکراینی ساخته شده بود. مسئولان محلی اعلام کردند که جعبه سیاه هواپیما پیدا شده و دلایل سقوط آن در دست بررسی است. آرش سیگاچی گزارش میدهد. بیمارستان امام خمینی تهران، خانواده های سرنشینان هواپیمای ایران 140، هواپیمایی که دقایقی بعد از بلند شدن از باند فرودگاه مهرآباد در حوالی ورزشگاه آزادی در شهرکی به همین نام در غرب تهران سقوط کرد. اولش ساعت 9:20 دقیقه اینا بود که توی مخصوصی بنده خدا خواست بشینه که عرضم به حضورتون که منطقه مسکونی که خانواده های نظامیان بیشتر در آنجا سکونت دارند. البته نزدیک چند مرکز خرید بزرگ. والا ما تو اتوبان بودیم داشتیم میومدیم اینجا. تو اتوبان کرج تهران؟ آره داشتم میومدیم توی همین ورودی همینجا. بعد یان دیدم آره بعد دیدم سر هواپیما اینجوری بالاست، سرش پایینه. بعد همینجوری تاب می‌خوره. دقایقی بعد از سقوط هواپیما، دود ناشی از سوختن آن. باک پر از بنزین هواپیمایی که تازه پرواز 450 کیلومتری اش به مقصد طبس شروع شده بود. این قطعه بخشی از هواپیمای سقوط کرده است که در خیابان دیده می شود. نیروهای امدادی اجساد را جمع آوری می کنند. از 48 مسافر و خدمه تنها 9 نفر زنده ماندند که به بیمارستان منتقل شدند. حال برخی از آنها وخیم است. هنوز از علت حادثه خبری نیست. هواپیمای سپاهان هواپیمای نوع آنتونوف 140 بوده به مقصد از مبدأ تهران به مقصد طبس. مقامات شرکت فرودگاه‌های ایران میگویند علت بروز این حادثه از دست دادن یکی از موتورها بوده. این تصویر انیمیشن نشان می‌دهد که امروز چه اتفاقی برای این هواپیما افتاده است. هواپیما وابسته به شرکت سپاهان است که مربوط به صنایع هواپیماسازی ایران حساب می شود. خبرگزاری فارس اعلام کرده هواپیمای سقوط کرده متعلق به سپاه پاسداران نیست. این هواپیما مدل آنتونوف 140 است که برای پروازهای با ظرفیت کم و در مسیرهای تا 2000 کیلومتری مورد استفاده قرار می گیرد. آنتونوف 140 محصول مشترک اوکراین و روسیه است که از چند سال پیش در ایران منتاج می شود. مهرداد لاهوتی نماینده مجلس حالا بعد از سقوط این هواپیما می گوید به هواپیمای ایران 140 نباید اجازه پرواز داده می شود. او نگفته چرا تا کنون مجلس در این مورد واکنشی نشان نداده بود. تا کنون چندین مورد سقوط و آتش گرفتن موتور هواپیمای ایران 140 اتفاق افتاد، اما با این حال از این هواپیما استفاده می شد. مقام های ایران می گویند هواپیما و مسافران تحت پوشش بیمه بودند و همه خسارت پرداخت می شود. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.